در صدومین روز جنگ حماس و اسرائیل از شما بپرسیم که به نظر شما دو طرف درگیری در چه نقطه‌ای قرار دارند، خصوصا اینکه اسرائیل در دسترسی به اهداف جنگی تا چه اندازه موفق بوده. اگر هدف اسرائیل کسب امنیت برای اسرائیل بوده، یعنی هدف نتانیاهو و دست راستی‌های اسرائیل، به طور مسلم این جنگ برای اسرائیل امنیت ایجاد نمی‌کنه، بلکه دشمنی و ضدیت مردم عرب رو نسبت به اسرائیل تشدید میکنه. این یه واقع، اگرچه ممکنه که گروه حماس نبود. حمله حماس به اسرائیل یک حمله فاشیستی و ضد یهود بود و کاملا قابل فهمه که اسرائیل میبایست عکس العمل نشون بده و این امکان رو از بین ببره. ولی واقعیت هم این عکس العمل اسرائیل به جنایت، یعنی حماس خودش تبدیل به یک وضعیتی شده که امروز بسیاری از ناظرین در دنیا اون رو نسل کشی می‌دونن، یعنی بیش از 24,000 نفر کشته شدن که بیش از 10,000 نفرشون کودک بودن و بالاتر از اون نیمی از خانه‌های مسکونی اونجا به کلی ویران شده و برخی حدود 25% دیگه از بقیه هم در واقع غیر قابل استفاده شده. بنابراین اگرچه عکس العمل اسرائیل از نظر امنیت خودش و عکس العمل به حمله تماس قابل فهمه، ولی اقداماتی که اسرائیل کرده و خصوصا که تعدادی از سیاستمداران اسرائیل و حتی خود نتانیاهو مواضعی گرفتن که این مواضع به عنوان نسل کشی توصیف شده، نتانیاهو شخصا یک ارجاع کرده به یک آیه‌ای در تورات که اینها دشمن خدا هستند و باید مرد و زن و کودک و حتی حیوانان اونها رو باید کشت. خب بنابراین بعضی ایجاد شده که اسرائیل امروز متهم به نسل‌کشی در دادگاه بین‌المللی. خب این اتهام نسل‌کشی اسرائیل در دادگاه بین‌المللی راه در حال رسیدگی هست آقای فرهنگ و هنوز حکمی در این رابطه صادر نشده.